شانزدهمین نشست کمیته بین‌الدول حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو که به صورت مجازی از پاریس در حال برگزاری است، تنها سهمیه مستقل ایران در 2021 یعنی پرونده برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران را تایید کرد. پرونده ایران برای هنر سنتی خوشنویسی در حالی بررسی شد که 17 کشور دیگر هم مدعی ثبت آن بودند، یعنی 16 کشور عربی که البته در قالب پرونده مشترک با عنوان دانش، مهارت و شیوه خوشنویسی عربی این هنر را به نام خود جهانی کردند و ترکیه که پرونده ای را با عنوان حسن خط، هنر باستانی خوشنویسی اسلامی روی میز یونسکو قرار داد که آن هم با همین عنوان و در این اجلاس ثبت شد. آن هم در حالی که رسم الخط رسمی این کشور سالها قبل تغییر کرده است. سال 2020 ایران نسبت به این اقدام ترکیه رسماً به یونسکو اعتراض کرد و محمد حسن طالبیان معاون وقت میراث فرهنگی در همان زمان تأکید کرد که عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی صفت اسلامی دارد، صفتی که محدود به ترکیه نیست و اصلاً منشأ آن در ایران است که آن اعتراض باعث اضافه شدن نام کشور ترکیه به انتهای عنوان پرونده این کشور شد. البته چین چند سال قبل خوشنویسی خود را جهانی کرد و حالا ایران صدرنشین فهرستی در یونسکو شده که نامش پاسداری یونسکو برای حفاظت از میراث ناملموس کشور هاست. تاریخ به دوران پیش از تاریخ و بعد از تاریخ که تقسیم میشه، اساس شروع خطه، یعنی دوران آغاز نگارش که میگن توی باستان شناسی زمانی که نگارش به صورت اولیه شروع شده بود، ولی به مرور زمان خطهای تصویر نگاری و بعدان خطهای هجا نگاری کم کم شروع شد و ما خطهایی که در ایران داشتیم که بیسش معمولا از خطهای آرامی بوده. در زمان صدر اسلام ما خط کوفی رو داشتیم، یعنی قرآنهای اولیه به خط کوفی نوشته شده و همینجور یه جور خط نسخ اولیه و سالها به همین صورت از اینها استفاده شد. اما به مرور زمان خوشنویسا خطهای مختلف فیرو از اینها وضع کردند که بعدها ابن مغله بیضاوی شیرازی که وزیر دربار عباسیان بود، اینها رو اومد ساماندهی کرد به کمک برادرش و خطوط ششگانه، مشخصاً بهش میگن خطوط سته به خاطر همین شیشتایی بودنش، رو به وجود آوردن و همینجور یه سری اصول دوازدهگانه در خوشنویسی هم پایه‌گذاری شد همون زمان که بعدها باز همه اینها سعی شد توی خطوط مختلف رعایت بشه. میرزا احمد نیریزی خط نسخ ایرانی رو پایه‌گذاری می‌کنه و امروز ما بیشتر خطای نسخ ایرانی رو داریم. خط نسخی که در ترکیه استفاده میشه، در واقع اولین استادا از ایران میرن به ترکیه، شاگردای طباخ، و ما به یه نحوی خط ثلث ترکی و خط نسخ ترکی رو هم در واقع ترکیبی از این سیستم ایران داریم. اما عروس خوشنویسی ایران و غزل خوشنویسی ایران خط نسخ تعلیقه. میگه نسخ تعلیق اگر خفی و جلیس، واضح الامر خواجه میرعلی است. میرعلی معروف این رو ترکیباتش رو در واقع ساماندهی کرد. به هر حال اون چیزی که ما امروزه در ایران به شناخته میشیم به ویژه نسخ تعلیق فارسیه که استادان بزرگی رو داشته، از بعد از میرعلی و بابا شاه و بزرگان دیگه تا به میر عماد میرسه که میشه گفت یکی از غولها و از بزرگانیه که اسطوره شده توی خوشنویسی، تا میرسه به دوران قاجار و تغییراتی که توش داده میشه که بزرگترین نامی که دیده میشه میرزا غلامرضا است و بعدن تغییراتی که مثلا میرزا کلهر میده به خاطر اینکه چاپ میاد توی چاپ سنگی ها و لازم بود یه مقدار تغییراتی داده بشه که راحت‌تر نوشته بشه روی کلیشه ها. و تا امروز توی خوشنویسی بحثی داشتیم به اسم دانگ قلم، نسبت اندازه سر قلم که قد خورده و تقریبا میشه گفت بر اساس نقطه‌ای که میتونه بذاره که از جلی و خفی و این هاست، ولی یکی از ریزترین خطها که هستش که یه زمانی مثلا بیشتر برای چیز می نوشتن، چون گاهی وقت بالی هم میگن، برای مثلا نامه هایی که با کبوتر می خواستن بفرستن بعد ریز می نوشتن دیگه، خط غباره. حافظ میگه که گرد دست دهد خاک کف پای نگارم، بر لوح بصر خط غباری بنگارم.
این خط غباره که میبینین اینجا مثلا در این قطعه سواد و بیازش، یعنی سیاهی و سپیدیش رو که نگاه بکنیم، سپیدیش آیت الکرسیه اما سیاهیش در نظر اول به نظر نمیرسه، ولی وقتی زوم میکنین روش میبینین که یه قرآن کامل این تومار. خوشنویسی زنان خیلی قطعات زیادی رو نداری متاسفانه، در تو تاریخ اسم خوشنویسی زن نسبتا زیادی هم داشتیم. یکی از معروفترین هاشون که به خصوص در زمینه خط نسخ خیلی معروفه، ام سلمه است، دختر فتلی شاه قاجار که یه خاندانی اصلا بعد از اون به خودشون با مفتخر میدونن. و شیوهش هم معمولا رنگ نویسی بود، یعنی استفاده از رنگ هایی برای، یعنی با مرکب نمی نوشت، با رنگ روی سطوح تیره تر با رنگ های مختلف می نوشت، که این قطعه در واقع به نبیون عربیون و رسولون مدنی و اخیهن اسدالله مسما به علی، خط تعلیق یکی از خطوط ابداع ایرانی ها هستش که البته ما بعداً در جای دیگه هم همین رو، ولی شروعش واقعا با ایرانی ها بود. این یه نمونه از خط نسخ عربیه، یکی از قرآن هایی که به خط یاقوت مستعصمی نوشته شده و میدونین که یاقوت اصلا ضرب المثل در خط و اونم یکی از اون اسطوره های بزرگ خوشنویسی در جهان اسلام، نه فقط در ایران، و حتی داستان های افسانه واری در موردش نقل می کنند. این یکی از خوشنویسی هایی که با توجه به تاریخش احتمالا در سال آخر زندگی رضا مافی نوشته شده. رضا مافی واقعا یکی از بزرگترین استادان نقاشی خط بود و یکی از ویژگی هاش این ابتکاراتی بود که در نقاشی خط ایجاد کرد و چندین دوره مختلف خوشنویسی رو داره توی کارهاش میشه تشخیص داد. آقای پورعلی، از روز گذشته تا الان 17 تا کشور دیگه هم به خصوص 16 کشور عربی در قالب یک پرونده مشترک هنر خوشنویسی رو ثبت کردن و ترکیه هم خوشنویسی اسلامی رو. چرا ایران فقط تونست برنامه ملی پاسداری از این هنر سنتی که متعلق به ایران هم هست رو ثبت بکنه؟ دو تا نکته مهم اینجا باید عرض کنم خدمتتون. برنامه ملی پاسداری از یک عنصر فرهنگ ناملموس در واقع دو ثبت انجام شده. شما در واقع هم اون عنصر رو ثبت کردید و هم به تایید یونسکو رسیدید که من نه تنها این عنصر ثبته و قابل ثبت هست، من به خوبی میتونم از این عنصر در واقع پاسداری کنم. این نکته بسیار مهمیه. اتفاقا از این بابت نوشتن این پرونده، دفاع این پرونده بسیار سخت‌تر از برنامه های فرست معرفی دید. ما 16 عنصری که تا حالا ثبت کردیم و این دو عنصری هم که کشور ترکیه و کشور عربی ثبت کردن در فرست معرف ثبت میکنن. در واقع ثبت اینها در فرست معرف یا در فرست میراث در خطر در واقع فقط تاییدیه که این فرست میتواند در قابلیت در واقع تطابق و کنوانسیون رو داشته باشه در زمان ثبت. اما شما وقتی در فرست برنامه‌های خون و پاسداری ثبت میکنید، یعنی اینکه تایید یونسکو هم میگه که نه تنها این عنصر در اون فرست قابل ثبت هست، بلکه به خوبی هم این کشور میتوانه از این عنصر پاسداری بکنه. یعنی انگاری شما چندین سال گزارش ادواریتون رو یکجا ثبت کردید. ما اولین پرونده ای هم هست که ما در فرست برنامه‌های خوب پاسداری ثبت کردیم. در خصوص عنصر فرهنگی خط عربی که در واقع خوشنویسی عربی که در واقع کشورهای عربی ثبت شد، خب طبیعیه که اونا خطشون عربی است و این حق رو دارن که خوشنویسی خودشون رو به ثبت برسونن. اما در خصوص خوشنویسی اسلامی نیز همون زمان که مطرح شد اعتراض رسمی کردیم و اعتراض ما مورد تایید یونسکو واقع شد و عنوان پرونده ترکیه از خوشنویسی اسلامی شد خوشنویسی اسلامی در ترکیه و خوشنویسی اسلامی به نام ترکیه ثبت نشده. ترکیه خوشنویسی کشور خودش رو ثبت کرده. بارها هم گفته شده که به هر حال کنوانسیون 2003
هیچ منعی برای در واقع ثبت یک عناصر در کشورهای مختلف نداره. طبیعیه که خوشنویسی در جاهای مختلف دنیا وجود داره. در سالهای گذشته مثلا چین خوشنویسی خودش رو ثبت کرده.